سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 17 ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. احتمالاً براتون پیش اومده با جدولی که کار میکنید طول و عرض اونها بیشتر از صفحه مانیتور هستش و حتی شاید چند صد هزار رکورد داخل اون باشه. و اینکه بخواید قطعه‌های مختلفی از اون جدول رو بررسی بکنید قطعاً کار سختیه. اما اکسل یک ابزار خیلی خوب برای شما قرار داده که فریز کردن هستش. شاید به طور ابتدایی با اون آشنا شده باشید، ولی من تو این ویدیو تمام نکات اون رو به شما آموزش میدم. همچنین تمام گزینه‌هایی که در بخش تب ویو دارید رو به شما آموزش میدم تا بتونید خیلی راحت‌تر دیتاهای زیادتون رو بررسی بکنید. اگر که به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد می‌کنم که ویدیوهای ما رو از ابتدا تا کنون تماشا بکنید. که لینک اونو در پلیلیست آخر ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما بعد از اینکه این آموزش رو تماشا کردین اونو تو اکسل تمرین بکنین، چون این آموزش فرار هستش و از خاطرتون میره. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. مجددا با همون جدولی که توی مثال قبلی روش کار کردیم 5000 تا 100 داره، اینجا براتون میخوام شرح بدم که وقتی شما دارید با جدول بزرگ کار میکنید چطور میتونید از ویو ها بهترین استفاده رو بکنید تا کارتون رو راحت بکنه. و همینطور ابزار مهم فریز که یکی از مهمترین ابزارها برای کار با دیتاهای حجیم هستش و نمایش رو برای ما راحت‌تر میکنه. حالا من توی مثال قبلی یه سری ستون هم اینجا اضافه کردم تا ستون 20 همینطوری که میبینید که بهتون نشون بدم که چطور میشه با این شما کار بکنید. پس ما به تب ویو میریم که امروز بیشتر کارمون با اون هستش. اولین بخش ما اینجا در واقع ورکبوک ویو هستش که 4 تا گزینه دارین شما. اینا برای حالت نمایش و خصوصا برای اون چیزی که شما در واقع می‌خواید چاپ کنین رو می‌تونید کنترل خوبی روش داشته باشین. نورمال که همینه که شما الان دارید می‌بینید. پیج بریک پریویو وقتی شما می‌زنید مشخص دیگه بریک ها شکست هایی که توی صفحه هست رو به شما نشون میده و اینجا زومش رو کم می‌کنه که بزرگتر می‌کنه بهتر شما ببینید. با یه سری خدشینای آبی رنگ اینجا می‌بینید نشون میده. اینا همون مرزایی هستش که شما وقتی بخواید پرینت بگیریم با تنظیماتی که الان قرار دادید هر کدوم از اینا توی یک صفحه میفته. حالا اگه شما پیج لایات رو بزنید اینجا دقیقا همون میبینید، شبیه کاغذ آچار به شما نشون میده که هر قسمتی رو کجا میفته. و اگه شما در واقع پایین تر بیاین صفحهش هم میبینید. حالا این جدول بزرگی که ما داشتیم به این بخشش تو صفحه 144 میفته. اگه شما این ور صفحه بیاین پیج یکش اینجا شروع میشه، به ترتیب عمودی شروع میکنه، بعد برمیگرده دوباره توی ستون بعدی پیج 2 پیج 3. و شما میتونید کنترل خوبی داشته باشین قبل از اینکه بخواید کارتون رو چاپ بکنید اگر نیاز باشه و در واقع کاغذ رو حروم بکنید. و اینجا یه دونه کاستوم ویو هم داریم مثل بقیه بخشا که هر جا کاستوم میدیدیم، یعنی چیزی که شما خودتون میخواین شخصی سازی بکنید دیگه. روش کلیک بکنید میگه که یه دونه میتونید کاستوم جدید درست کنید برای خودتون. ادا میزنید، یه اسم بهش میدید، میگین میخواین تیک پرینتا باشه یا نباشه، در واقع روها و کالونا هایت بشه یا نشه، اینا هر کدوم خواستید میزنید و باعث میگه که خواستین سیو میکنید و از این به بعد توی اینجا اون اسم رو میبینید و میتونید اون انتخاب بکنید. خب ما حالا میذاریم راحت نرمال بمونه. بخش دوم این قسمت هم که شو هستش، یعنی که شما میتونید بسته با اون کارتون اگه میخواین صفحه قلبت بشه یا با هر دلیل دیگه فرمیلا بار نباشه تیکشو برمیدارید میبینید حذف شد. اگه میخواین هدینگا در واقع این عناوین A B C D 1 2 3 4 اینا نباشه هدینگ رو برمیدارید این حذف میشه. و اگه میخواین خطای صفحه اکسل نباشه یه جوری مثل همون چیزی که رو کاغذ آچار میبینید این گرید لاین ها رو برمیدارید. بخش بعدی که در واقع زوم هستش تا یه حدودیش مثل همین زومیه که در واقع این پایین ما داشتیم. حالا یه مقدار اینجا چند تا امکانات هم بیشتر به ما میده. اگر که روی زوم کلیک کنه خب خیلی ساده یا سری از زوم های پرکاربرد رو برای شما گوشه از 20% تا 25% یا حتی فیت سلکشن، یعنی تو اون فضایی که شما دارید میبینید اینو فیت بکنه برای ما. من اوکی میکنم.
اونجایی که ما کلیک کرده بودیم جدول این ور رو فقط در نظر گرفت. حالا من کنترل زد رو میزنم که برگرده به همون جایی که ما بودیم. مجدداً رو کلیک میکنم. اگر هم که شما این عدد رو نخواستید، عددی که خودتون مد نظرتون هست رو میتونید اینجا تایپ بکنید. مثلا من میزنم 150% و اینتر یا همون اوکی میزنید. سفر رو برای شما 150% انجام داده. حالا اگه کارتون رو انجام دادید و خیلی سریع میخواییم برگردیم به همون 100% استاندارد، روی این گزینه وسطی که خودش هم نوشته 100% کلیک میکنید، سایز صفحه این پایین هم میبینید 100% شد. حالا چون ما صفحه‌مون در واقع جزئیات زیاد داره، برای ما کوچیک هستش. یه موقعی ما میبینیم که مثلا میخواییم یه فوکس کنیم روی قسمت خاصی، تو اون قسمت کار کنیم. مثلا من این قسمت جدول هم برای مهمه. اونجایی که بعد نظرتون انتخاب میکنیم زوم تو سلکشن، یعنی در واقع زوم میکنه اون قسمتی که سلکت کردین رو دیگه. کلیک میکنید دقیقا تا حدی خودش اوتوماتیک زوم میکنه که کل سفر شما داشته باشید. که من در نهایت میخوام دوباره همون زوم 150% خودم باشه که برای کار ما الان مناسب تر هستش. قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، اگر که این ویدیو براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم. حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. میرسیم به بخش ویندوز که ابزارهای خوبی از جمله همون فریز که خدمتتون عرض کردم این قسمت داره. اول اینکه شما دارید مثلا اینجا کار رو انجام میدید، میخواید در واقع چون دیتون حجمه همزمان مثلا رو دو تا قسمت مختلفش کار کنید، بالای مثلا جدول رو همزمان داشته باشید، مثلا وسط جدول یا پایین جدول یا قسمت دیگه‌اش رو همزمان داشته باشید. چند تا کار میتونید بکنید. یکی اینکه اگه شما اینجا نیو ویندو رو بزنید، دقت کنید مثلا همون در واقع جدول ما با زوم استاندارد 100% یه دونه همزمان درست کرده. حالا من اگه آلت و تب رو بزنم میبینید که اون یکی بازه، اینم بازه. حالا کاری که میشه بکنید این که یکی اینکه تو همین منوی ویو یه بخشی ما داریم منو سویچ ویندوز دیگه، یعنی در واقع سویچ میکنه بین ویندوز. حالا من دو تا دارم، 5 تا بود فرق نمیکنه. وقتی روش کلیک بکنید اسم دو تا رو میاره. بعد نکنید شماره یک شماره شماره داره که بزنم اونو میاره. انگار که من همین دکمه آلت و تب ویندوز رو زده بودم دیگه. این یکی بزنید دوباره برمیگرده روی اولی. حالا من یه بار دیگه نیو ویندوز رو میزنم که بشه 3 تا پنجره تا بهتون بگم که چه کارهایی میشه با این انجام داد. تو همون منوی ویو شما اینجا نها کنید یه گزینه داریم به نام ارنج آل، یعنی که همه اینا رو یه چیدمانی بهش بده که ما اینا رو بتونیم بهتر ببینیم دیگه. یک جا روش که کلیک میکنید 4 تا حالت داره. یا میگین تایل بشه در کنار هم دیگه، اوکی میزنم میبینه خودش هوشمندانه میبینه بر اساس اون تعداد که از بهترین حالت چیه به این نتیجه رسیده که این حالت برای ما بهترین حالت هستش. حالا من اینو دوباره تمام صفحه میکنم. این سری دومی میزنیم هوریزنتال که از اسمش مشخص افقیه دیگه. اگه اوکی بزنم تمام اینا رو به صورت افقی کنارم آورد. حالا چون 3 تا جدول بود دیگه واقعا دیگه سخت میشه. بعد شما باید یه سری این ریمونا رو مثلا مخفی کنید که جا داشته بشه همراهتون ببینید. زیاد برای مثلا 3 تا خوب نیست ولی برای 2 تا این امکان خوبیه. دوباره ارنج رو من میزنم حالا تو هر کدوم اینا باشه. برای من ورتیکال و صورت عمودی میزنم چون الان صفحه من عریضه، شاید عمودی در واقع کاربرد بهتری داشته باشه. 3 تا جدول باید کنید رو هر کدوم جداگونه شما میتونید کاری که میخواین انجام بدین. من دوباره یکی اینا رو تمام صفحه میکنم. و این سری روی آخرین گزینه کاسکیده. کاسکید آبشاری میشه دیگه، پلکانی آبشاری برای معنی واقعیش. اوکی که میکنیم این همه رو بس تا حدی که میتونه ماکسیمایز میکنه بر اساس اون در واقع صفحه مانیتور شما و فقط اینا رو یه حالت پله قرار میده که من مثلا بتونم روش راحت کلیک کنم. یعنی هر کدومشون رو کلیک کنم بالاخره اون یکی تیکش بیرونه که بشه راحت دوباره روش کلیک کرد بشه اساسی بده کرد. حالا بر اساس اون نوع کاری که شما دارین یک کنینا رو استفاده می‌کنید. یه موقعی هست که شما وسط اینا مثلا 3 تا 4 تا چند تا سفر با کردین، مثلا برای یه موقعی مثلا یک کنینا رو نیاز ندارین، فعلا می‌خواید اون رو بذارین کنار. این دکمه هاید اگه بزنید اون صفحه هاید شد. ببینید شما دیگه نمی‌بینید. اگه آلت تب بزنید، اگه نمی‌دونم سویچ ویندوز بزنید، انگار که دو تا بیشتر نیست. ولی در واقع اون 3 تا هستش. فعلا شما مخفیش کرده. و اینجا میگه ببینید یه گزینه آن هاید هم اضافه شده. آن هاید که بزنید اون شیتایی که اون نماهایی که
هایک کرده بودین رو دوباره براتون میاره و اگه روش کلیک کنید اوکی کنید اونم دوباره براتون میاره، میبینید ستاش دوباره نمایش داده شد. و شما میتونید به یک طریق دیگه هم این چیدمان ها رو انجام بدین. من اینا رو میمندم اضافه رو یه دونه فقط باقی بمونه. شما میتونید سپلیت کنید، یعنی سفر رو به دو تا بخش یا چهار تا بخش تقسیم کنید بدون داشتن ریبون اضافه. شاید این بیشتر براتون کاربرد داشته باشه. وقتی اینو میزنین نکنه خودش یه خط عمودی و یه خط افقی آورد، سفر چهار قسمت کرده. اگه من ماوس رو بیارم اینجا رو هر کدوم اینا جدا داره عمل میکنه، بالا یه جدا و اگه پایین کلیک کنم پایین یه جدا و میبینید یه خطی جداش که حالا خوبیش چیه، میتونید شما برید در واقع این خط ما ماوس وقتی تغییر نمایی داد بالا ببرید پایین ببرید اون حدی که نیازه برای خودتون قرار بدین که بهترین حالت بهینه باشه که بتونید کارتون انجام بدین. همینطور برای عمودیه میتونید این ورتر ببرید اون ورتر ببرید، یا اگه اصلا عمودی نیاز ندارید اینجوری بکشینه تا انتها ولش کنید، عمودی دیگه به قول معروف از بین میره. الان فقط یه خط افقی داریم ما و من اسپلیت هم برمیدارم. چیزی که بیشتر همه استفاده میشه فریز کردنه. من خودم شخصا کمتر از اون حالت قبلی استفاده میکنم، بیشتر از فریز کردن استفاده میکنم. شما وقتی فریز رو کلیک میکنید چند تا حالت داریم، یا میگه فریز کنید پناه رو که الان بهتون توضیح میدم، یا میگه فریز کنید تاپ رو یعنی بالاترین در واقع ردیف رو سطح رو برای من فریز میکنه. یعنی من کلیک کنم میکنید ماوس رو دیگه تکون میدم فقط سطح یک که عناوین من تو اون بودش معمولا جدول اینجوری هم دیگه اون ثابت میمونه، شما تا هر چند هزار تام که پایین برید اون بالا هستش و از کار شما رو راحت میکنه دیگه، یادتون نمیره این ستون چی بود اون ستون چی بود. این یه طریقش هست که اگه من روی فریز بزنم اینجا رو میبینید تبدیل شده گزینه آن فریز. میخوایم اون حالت قبلی رو لغو بکنیم آن فریز رو میزنیم، دوباره فریز رو میزنیم، یه گزینه آخر هم داره فریز فرست کالم اولین ستون رو برای شما فریز میکنه. این هم من الان کلیک میکنم میبینید همه اینا تغییر میکنه، فقط ردیف یک که در واقع ستون ردیف ها هسته ثابت میمونه. این هم باز آن فریز میکنم و بهترین حالت اینه که شما اون چیزی که مد نظر خودتونه، حالا مثلا فکر کنین عنوان شما مثلا تو سه تا ردیف بود، اینجا جدول ما الان توی ساعت اوله، شاید سه تا ساعت اول شما جوری طراحی کرده بودین که همش به عناوین برمیاد، میخواین از سومی به بعد فریز بشه، شما این در واقع ساعت رو با ماوس از روی شمارهش انتخاب میکنید، بعد که انتخاب کردید فریز رو از اون اول کلیک میکنید. الان ست اول فریز شد، اگه من ماوس رو به چرخونم بالا پایین کنم یا اسکرول رو فرق نداره، شما میبینید ست تا ردیف اول همونجوری باقی میمونه. حالا من این آن فریز میکنم، همینطورم برای ستون ها، مثلا میخوایم از ستون جنسیت به بعد مثلا ثابت بمونه، من روی ستون بغلیش کلیک میکنم فریز رو کلیک میکنم. الان دیگه اگه اسکرول کنید این برون ور تا جنسیت ثابت میمونه. اینا قطعا جایی مختلف برای شما کاربرد خواهد داشت. و در انتها اینم یادآور بشم که اگر روی خونه خاصی کلیک بکنید و فریز رو بزنید از اون تقاطع حساب میکنه، همین بری هم بالا پایینی از اونجا برای شما فریز میکنه.